جنبش حماس تعدادی از شیعیان فلسطینی را بازداشت و شکنجه کرده است. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیعه رایس واچ در یک برخورد خشونت جنبش حماس با شیعیان شهر غزه را محکوم کرد. در این بیانیه که نسخه از آن برای شیعه ویوز ارسال شده آمده است، طبق گزارش های رسیده از منابع موثق اخیرا در شهر غزه که در جنوب کشور فلسطین و در کنترل جنبش حماس قرار دارد شاهد اقدامات نامناسبی بوده ایم که طی آن تعدادی از شیعیان این شهر مورد آزار و اذیت قرار گرفتند این سازمان که دفاع از حقوق شیعیان جهان را بر دارد و اقدامات غیر انسانی در قبال شیعیان را رصد می کند در بیانیه خود از رئیس جنبش حماس خواسته تا به نیروهای تحت امر خود دستور دهد دست از طایف گری و اعمال تبعیض آمیز دست کشند و از اقدامات خشونت علیه شیعیان خودداری کنند سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان در ادامه بیانیه خود آورده است به گفته شاهدان عینی و منابع موثق ما نیروهای امنیتی شهر غزه بدون دلیلی قابل قبول تعدادی از شیعیان این شهرها بازداشت کرده و مورد شکنجه های بدنی مرگ آفرین قرار دادند. آنان همچنین خانواده این شیعیان را نیز با تهدیدها و رفتارهای ترساور به وحشت میاندازند. این سازمان جهانی در پایان بیانیه خود ضمن درخواست از رئیس جنبش حماس برای توقف حدک که اعمال خشونتامیز و شرارت در به وحشت انداختن خانواده های شیعی فلسطینی بار دیگر این گونه اقدامات را محکوم کرد و یادآور شد مسئولیت حمایت از شیعیان غزه و تامین امنیت آنها متوجه رئیس جنبش حماس است و ما درباره رعایت حقوق شهروندی شیعیان هشدار دهیم